دانه های خالی ستاره. سلام ستاره قشنگ و باهوش، قصه امروز سنجاب دمعره‌ای. سالیان سال پیش از این در یک جنگل سرسبز و زیبا سنجابی زندگی می‌کرد. این سنجاب بسیار تنبل و پرخور و زورگو بود. اون مثل سنجابای دیگه با سرعت نمی‌دوید و از درخت‌ها بالا نمی‌رفت. پس چیکار می‌کرد؟ آها، هر وقت که گرسنه نمی‌شد می‌رفت پای یکی از درخت‌ها که پرنده‌ای روی شاخه‌هاش لونه داشت و می‌گفت: های کسی اون بالا تو لوله هست یا نه؟ هیست، چه خبرت سنجاب قور؟ جنگل گذاشتی روی سرت، الان چجایی نازدازی من از خواب بیدار میکنه. نمیدونی که با چه صحبتی خواب بودم شون. زاغی خانم، من گرسنمه. قور، گرسنگی تو چه ربطی به من داره؟ مادرت قور، خوهرتم، خالتم، عبتم قور، یه مادر بزرگتم که از من قرض رو میخور. ای بابا، من گرسنمه، زود باش چند تا گردوی چاق و تبول بداز فایی تا من بخورم دیگه. هر وقت درختی کچ گردو داد چند تا چاق و تبولشو بیدازم برات فایی تا بخوری. خور ای بابا، آخی درخت که گردو نداری، برو سراغ یه پرندهی که لونش رو درخت گردوی. خور خب درخت گردو بیست که نباشه، اون بالاها یه چرخی بزن یه گردوی چیزی پیدا کن بداز فایی دیگه. چه پرو؟ به من چه ربطی داره؟ بگه تو برای تو گردو پیدا کنم. غور خودت بسی برای سنجابا بگه تو گردو پیدا کن. من که نمیتونم چون جای نستازیمو تو لوله ترا بذارم برم برای تو گردو پیدا کنم. غور ولی تو این کارو میکنی، چون اگه برای من گردو پیدا نکنی من با دومم این درخت رو قطع میکنم. بعدش هم که میدونی چه اتفاقی برای خودت و جوز آس میافته. ها؟ با دومت؟ آره؟ مگه تو به در رست که بتونی تره این درخت رو قد کنی باشه؟ بله، پس چی؟ به من میگن سنجاب دمعره‌ای. اگه باور نمی کنی بشین تو لونه‌ات حسابی تماشا کن. سنجاب دومش رو چسبون به تنه درخت و شروع کرد به تکون دادن درخت. زاغی هم که از تو لونه‌اش نمیتونست درست ببینه سنجاب داره چه کار میکنه، با تکون خوردن درخت ترسید و به حرف سنجاب گوش داد. این شده بود کار همیشگی سنجاب تا یه روز که عمو زاغی، عموی پیر و دانای زاغی خانم، اومد پیش اونها. خانم زاغی ماجرای سنجاب رو برای عموش تعریف کرد و اونم فکر بکری کرد و نقشه خوبی کشید. فردای اون روز دوباره سنجاب مثل همیشه اومد پای درخت. آهای زاغی خبو، گردو برای من جمع کردی یا نه؟ یک کم آروم تا سنجاب. آه، زاغی خانم توی لونه نیست، کجاشم خوابن، اگه بیدارشن من گرفتار میشم. حالا با زاغی خانم چی کار داری؟ ببینم، شما بابا بزرگ جوزای زاغی خانم هستی؟ نه خیر، من عموی زاغی خانومم، فرمایش. چیزه، ببینید، زاغی خانم قرار بود هر روز برای من گردوهای چاق و توپل پیدا کنم و بدازه پایی که من بخورم تا این درخت رو اره نکنم. شما نمیدونید کجاست و کی میاد؟ رفته دنبال غذا برای جوجه هاست، منم نمیدونم کی میاد. بابا صبر کن ببینم، گفتی قرار بوده برات گردو پیدا کنه. بله بله بله، زاغی خانم باید هر روز برای من چند تا گردوی چاق و توفل پیدا کنه تا من با دومم این درخت رو قطع نکنم. گمون کنم این کارو کرده، اینجا یه کیسه بزرگ هست که گمون کنم توش پر از گردوهای درست و خوشمزه است. پس یالا زود باش سر کیسه رو باز کن و گردوهای من رو بنداز پایین دیگه. باشه،
فقط یکم آروم باش که این جوجه ها بیدار نشن تا منم سر کیسه رو باز کنم. عمو زاغی سر کیسه رو باز کرد و تمام سنگای گردی رو که توی کیسه بود ریخت پایین رو سر سنجاب بیچاره. سر و صدای سنجاب به هوا رفت و شروع کرد به نالیدن از درد سر و دست و پاش. بعدم رو کرد به عمو زاغی و گفت آی 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 حالا که به جای گردو سنگ و ریختی رو سر من هم این درخت رو با دومم اره میکنم تا همه تو نابود شی. من منتظرم سنجاب، یالا زود باش یالا. پس چرا معطلی؟ میدونی اگه این درخت رو اره کنم چه برای سرتون بیام؟ معلومه که میدونم. زود باش درخت رو اره کن سنجاب دوم اره ای. باشه. سنجاب نادون شروع کرد به تکون دادن درخت و کشیدن دمش رو تنه درخت. اون اینقدر عصبانی بود که نفهمید چه بلایی داره سر دمش میاد و وقتی به خودش اومد که از دم قشنگش هیچی باقی نمونده بود. با درسی که عموزاقی به سنجاب داد اون برای همیشه دست از تنبلی و زورگویی برداشت و سعی کرد مثل بقیه سنجاب ها برای خودش غذا پیدا کنه و زندگی خوبی داشته باشه. خدا حافظ. خاله ستاره دیگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود، های خاله ستاره بود، قصه روش